ببینید دوستان، من از اینجا شروع میکنم که چون مطالب بسیار مهمی رو جناب دکتر سروش مهراد در رابطه با حجت کلاشی بیان کردن و جناب قاسمی هم همینطور. شما در هر صحبتی از صادراتی ها که میشه دو تا واژه رو میشنوید: وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه. چرا از این دو تا صحبت میکنیم؟ به دلیل اینکه بخش برنامه ریزی و استراتژی این نیروهای صادراتی یا حتی نیروهای داخلیشون که دارن تلاش میکنن از این دو منبع داره تغذیه میشه و باید تغذیه کنن، نیرو رو آموزش بدن، ارسال کنن خارج از کشور، اهداف رو بهشون دیکته میکنن و اونها کار رو انجام میدن. همینطوری که الان در رابطه با حزب ایران نوین شنیدید، من در حین صحبت های جناب قاسمی دو تا توییت رو نشون دادم. یکی توییت هایده توکلی از حزب مشروطه بود در رابطه با اینکه ما در کنار جمهوری اسلامی خواهیم ایستاد، در کنارش تا تمامیت ارضی حفظ بشه. این توییت مربوط به سال 2014 بوده، در زمانی که هایده توکلی دبیر کل این حزب بود برای اولین بار. و یک توییتی هم نشون دادم از سعید حجاریان که جناب قاسمی اشاره کردن، مربوط به مشروطه. ببینید تمام این اتفاقات در یک زمان به صورت مشترک بین یک سری گروه ها شکل میگیره. در بین تمامی این گروه ها دو سازمان مشترکن، دو گروه مشترکن، یکی گروه بین المللی بحران، یکی FDD. گروه بین المللی بحران در رابطه با هر کشوری یک کارگروه خاصی داره که در اون کارگروه باز تشکیل میشه به دو قسمت. اون کارگروه خودش، یک کارگروه مربوط میشه به بخش مخالفان حکومت مرکزی، یک کارگروه میشه موافقان حکومت مرکزی و شروع میکنن با همدیگه همکاری کردن برای پیشبرد اهداف ایالات متحده آمریکا، منافع آمریکا رو حفظ کنن و منافع متحدانشون رو. در گروه بین المللی بحران در رابطه با تمامی کشورها این کارگروه ها وجود داره. زیر مجموعه بخش کارگروه بخش ایران، قسمت اولش که مثلا مخالفان جمهوری اسلامی هستش، یک بنیادی رو راه اندازی کردن به اسم FDD، بنیاد دفاع از دموکراسی ها. زیر مجموعه بنیاد دفاع از دموکراسی ها یک سری بنیادها، یک سری احزاب، یک سری گروه ها، سازمان ها همه شکل گرفتن و اون شبکه سازی که در اول برنامه من عرض کردم از اینجا خط میگیره. یک سری آدم ها رو وزارت اطلاعات مثل نیکوهنگ کوثر رو فرستاده خارج از کشور برای هماهنگی بین FDD و وزارت اطلاعات و سعید حجاریان و یک سری افراد در داخل کشور. همزمان با انتشار توییت سعید حجاریان شما میبینید که دقیقا همون حرفا از زبان و اندیشه بعضی از افراد هم در خارج از کشور به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی شنیده میشه، دیده میشه و یا خونده میشه. مثل امیرحسین اعتمادی، مثل علیرضا کیانی، مثل سعید قاسمی نژاد، مثل عرفان قانعی فرد، حجت الله لاشی، کلاشی و خیلی های دیگه. پروژه‌ای که جمهوری اسلامی در تحت لوای دو بخش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از 5 سال پیش رقم زد و شاخه مالی این پروژه رو در تگزاس آمریکا قرار داد که به عنوان یکی از پارتنرهای وزارت نفت یا یکی از دلالان وزارت نفت در بخش فروش نفت ایران به صورت قاچاق بتونه منابع مالی رو تامین بکنه، یعنی سید امیررضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد شروع به فعالیت و انتشار یک سری کارهایی میکنه و همزمان منابع مالی این شبکه‌ها رو در یک بخشای تامین میکنه. پروژه ای رو شکل دادن در 5 سال و 5 سال و نیم پیش به اسم گذار در گذار که دوستان خوب ما که همراه همیشگی ما بودن خاطرشون هست. ما در همون زمان در رستاخیز سیمرغ برنامه ای رو گذاشتیم و یکی از این گروه ها رو افشا کردیم که مهره شاهین نژاد
یکی بود به اسم آرش کمانچه از ذوب شدگان در ولایت شاهین نژاد و زیر دست بابک شکرابی، یعنی کاملا با یک هدف مشخص داشت پول تزریق می شد که توسط آرش کمانچه بابک شکرابی پروژه گذار در گذار رقم بخوره، یعنی با توسل جستن به قدرت بلاشک طرفداران سامانه پادشاهی نشون بدن که میتونن حمایت کنن طرفداران سامانه پادشاهی رو، از جمهوری اسلامی گذر کنن و خودشونو پروموت کنن، خودشونو بیارن بالا معرفی کنن و همزمان با گذار از جمهوری اسلامی در دوران گذار و پسا گذار در همونجا خواسته باشن طرفداران سامانه پادشاهی، کسانی که تاثیرگذار هستند و در رأس اون رضا شاه دوم و از صحنه سیاست در ایران و آینده ایران و سپهر سیاسی آینده در ایران حذف کنن، حالا یا حذف سیاسی یا حذف فیزیکی. اون پروژه از بین رفت و متلاشی شد، اما کار دشمن ادامه پیدا کرد. 1401 قیامی شکل گرفت که خیلی ها ترسیدن. همزمان شما دیدید که در داخل و خارج بسیاری از نیروهای صادراتی دست به کار شدن، شبکه سازی هایی رو صورت دادن، افراد جدیدی رو بردن در عرصه سیاست، در عرصه اعتراضات خیابانی مثل بهراد توکلی، مثل سلیبریتی هایی که دیدید، حمید فرخ نژاد، برزو ارجمند، احسان نمیدونم فلان، گلشیفته فرهانی، و دیدید چه اتفاقاتی رو رقم زدن تا بتونن شرایط کار رسانه رو جوری ساماندهی کنن نسل جوان کف خیابون فریب بخوره. اتفاقاتی رو که خیلی تاکید میکنیم و روش اشاره میکنیم تله های امنیتیه و انقلاب فکر را میندازن، قیام فکر را میندازن، قطعا نیاز به مطالعه، تحقیق و پژوهش داره که برید بخونید ببینید بنیاد جامعه باز جورج سوروس به عنوان یکی از مؤسسه هایی که در ایجاد قیام های فکر، در ایجاد انقلاب های فکر و تقلبی سرآمد هست و معروف در جهان، با چه اهدافی انقلاب فکر را میندازن. بارها این موضوع رو اشاره کردم اما لازم میدونم یک بار دیگه اشاره بکنم. در شرایطی که جمهوری اسلامی مثلا با بدحجابی مبارزه میکنه، چرا باید یک بانوی از سنندج برای درمان بره تهران، در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت بشه و جونش رو از دست بده؟ آیا در تهران دختر دیگری به غیر از این بانو یا از این بانو جاویدنام مهسا امینی از نظر جمهوری اسلامی بعد حجاب تر دیگه نبودش؟ چرا مهسا؟ چرا مهسا رو انتخاب کردند؟ دقت کنید چرا مهسا رو انتخاب کردن بکشن؟ 1396 ملقب میشه به انقلاب مرغ، چون سر قیمت مرغ اول مشهد بعد قم اومدن بیرون. در 1398 ملقب میشه قیام به قیام بنزین، چون روی گران شدن قیمت بنزین مردم اومدن بیرون. 1400 لقب دادن به نامش رو انتخاب کردن قیام آب و خوشسالی. 1401 اسم میخواست، دو تا اسم آماده شده بود، انقلاب زن زندگی آزادی، تجزیه طلب ها و پانکورت ها در این شیپور بدمن که این انقلاب، انقلاب جیناییه، انقلاب مهساست، و در ادامه وقتی نیرویی که از انسجام من شده با این شبکه سازی ها، سیستم امنیتی و جاسوسی و اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تلاش کرده با ارسال نیروهای صادراتیش به عنوان طرفداران سامانه پادشاهی جلوی انسجامو بگیره و متلاشی کرده از داخل،
بیاد کاری رو انجام بده در اون زمان که به نفع جمهوری اسلامی برای رسیدن به پوست اندازی تموم بشه. در زمانی که ما نیاز داشتیم به انسجام، طرفداران سامانه پادشاهی هر کدوماشون داشتن دنبال یکی از این گروه ها میرفتن میگشتن. در جنگ روانی که سیستم های امنیتی توسط سایبری ها در شبکه های اجتماعی را انداخته بودن از خیلی موارد دور شده بودن و نمیدونستن که الان باید اسماعیلیون رو چیکارش بکنن. اسماعیلیونی که ما همون روزای نخست گفتیم یه وکیلی در کانادا پیدا شه بره به قول سیستم قانونی در ایران بره نبش قبر بکنه، ببین اصلا تو قبری که میگن زن و بچه این دفن شدن چیزی وجود داره یا نداره، اصلا کسی رو خوابوندن یا نخوابوندن، چون این از 2017 مأمور شد به این کار. خب بچه ها درگیر بودن با اسماعیلیون، با گلشیفته فرانی، با حمید فرخ نژاد، با علی کریمی، با همه اینها درگیر بودن. به جای اینکه ریشه رو بزنن کار به جایی رسوندن که رضا شاه دوم به عنوان یک ارتش تک نفره مجبور شد در اون جمع در دانشگاه جورج تاون قرار بگیره در کنار عبدالله مهتدی و سایر افرادی که دیدید، بیانیه‌هایی رو که خوندن دیدید، ایران ستیزانه بود، دور از اون چهار اصلی بود که پادشاه معرفی کرده بود و اعلام کرده بودن و در با یک تدبیر هوشمندانه بسیار بسیار فوق سیاسی این افراد خودشونو کیشومات کردن و این شرایط رو فقط رضا شاه دوم فراهم کرد. تمام این سیستمی که شما در طول قیام 1401 دیدید به یک دلیل بود، فقط به یک دلیل. قیام از سال 1357 به بعد طولانی ترین قیام بود و در طول حدود 3 ماه جوونا در کف خیابونها را در دست گرفته بودند. نیروهای سرکوب نفس نداشتن بکشن، نیروهای سرکوب داشتن ریزش شدید میکردن و مردم و جوونها خواستشون رو شفاف بیان میکردن، شعارهای میان پرستانه میدادن و دنبال بازگشت به هویت خودشون بودن و این ترس رو به جون همهشون انداخت، نه تنها به جون جمهوری اسلامی بلکه به تن مافیای ایران ستیزی که سال 57 شرایط رو مهیا کرد تا جمهوری اسلامی خاک ایران رو اشغال کنه. همه دست به دست هم دادن تا این شرایط رقم بخوره. در همین اثنا حزب ایران نوین میاد راه اندازی میشه. چرا حزب ایران نوین؟ حزب ایران نوینی که در زمان شاهنشاه سابقه خوبی داشته، فعالیت میکرده و دیگه مردم اون حزب رو قبول داشتن، چرا اومدن از این نام استفاده کردن؟ اون حس نوستالژی باعث جذب یک سری از جوانها یا یک سری از بخشی از مردم و طرفداران سامانه پادشاهی بشه. دستور سیستم امنیتی و اطلاعاتی، فریب افکار عمومی با بهره جستن از نوستالژی سیاسی در جامعه ایرانی. بعد از اون اندیشکده کوروش رو میبینیم. اندیشکده کوروش، چرا کوروش؟ کدام بخش از نگاه این گروه به نگاه پادشاه شاهنشاه کوروش بزرگ شبیهه و چرا این نامو انتخاب کردن؟ باز دستمالی کردن نام پادشاهانی که جامعه امروز ایران روی اون تعصب داره و به عنوان یک ارزش ملی اونو میشناسه و امروز این ارزش‌های ملی از شاهنشاه کوروش بزرگ، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و رضا شاه دوم تماماً شدن یک مجموعه به نام آلترناتیو جمهوری اسلامی. بنابراین بر اساس آموزش سیستم‌های امنیتی و آن چیزی که یوری بزمنوف تعریف می‌کنه، بلافاصله باید این آلترناتیو شکسته بشه و جاش یک آلترناتیو دستمالی شده دست نشانده قرار بگیره.
اندیشکده کوروش با یک سری افرادی که عضو میشن از مجاهدین، از اصلاح طلبان، از اصولگرایان، از فدرالیست خواهان و تمام آن چیزی که ما با یک نام میشناسیم به اسم ایران ستیزان. پول از کجا تأمین میشه؟ کماکان از دو منبع. منبع وزارت نفتیش، سید حمیدرضا موسوی نژاد به عنوان زیرشاخه اصلی اصولگرایان، به دلیل اینکه کماکان به دلیل رابطه مذهبی جد پدری سید حمیدرضا موسوی نژاد و رابطه بسیار خوب و حسنه با ابراهیم رئیسی و علم الهدا و یک رابطه تنگاتنگ با بیت علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای، کماکان به عنوان بخشی از تأمین کننده اهداف اصولگرایان در خارج از کشور در حال هزینه است از منابع نفتی که داره فروش میره توسط این فرد. در بخش اصلاح طلبان بابک شکرابی شروع به هزینه کرد میکنه، هزینه هایی که خودش اعلام میکنه، مثلا برای سه تندیس رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو فرع پهلوی نزدیک به 200,000 دلار هزینه کرده. از جلساتش با در اسرائیل، در پاناما، در کشورهای مختلف، اقدام برای خرید خونه ویلایی که شاهنشاه آریامه در پاناما سکونت داشتند و که در نهایت به دلیل عدم صلاحیت این فرد بهش واگذار نشد، تمام این اتفاقات دست به دست هم میده تا یک گروهی را اندازی بشه به اسم گروه ایرانگرایان. یک شباهت بسیار عجیبی، دقت کنید عزیزان، یک شباهت بسیار بسیار عجیبی بین جمهوری اسلامی از سال 57 تا به امروز هست با گروه هایی که در خارج از کشور ادعا می کنن چندین سال دارن مبارزه می کنن. افراد از این گروه به اون گروه جابجا می شن، افراد جدیدی رو شما نمی بینید. چرا این اتفاق باید انقدر شباهت داشته باشه؟ چون اندیشه و آبشخور همشون در یک جا داره، از یک جا داره سرچشمه میگیره، چون هدف غایه اینها در یک جا داره ختم میشه، چون تماما این افراد به عنوان دو خط پارالل و موازی هم دارن برای یک هدف شمشیر میزنن و اون پوست اندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک سفره جدید انقلابه. سفره جدید انقلاب و عمدن گفتم به دلیل اینکه بسیاری از موارد و دوستان اشاره کردن، جناب قاسمی در لایف هایی که در اینستاگرام دارن شبها به کرات تکرار کردن و ملکه ذهن همه شما عزیزان شده. اما این سفره جدید انقلاب یعنی چی؟ من خاطرم از اولین بار ما در رستاخیز سیمرغ این جمله سفره جدید انقلاب رو 5-6 سال پیش گفتیم و امروز رسیدیم به اون حرف خودمون که آره درسته، اینها به دنبال سفره جدید انقلاب هستن، نه به فکر ایران هستن، نه به فکر نجات ملت ایران هستن، نه به فکر آزادی ایران هستن. آقای امیرحسین اعتمادی در جلسه ای که در خونه محسن سازگارا بوده، هرچند که تا الان اینها هرچی که گفتیم نمیان جوابگو باشن، چون همون سیستم جمهوری اسلامی قرار نیست اصلا این افرادم به مردم جواب پس بدن، جوابگوی چیزی باشن، حتی قبول نمی کنن که بیان برای مردم روشنگری کنن و یا مناظره بذارن با ما، چون سیستم جمهوری اسلامیه. امیرحسین اعتمادی در خونه محسن سازگارا اعلام میکنه که بعد از اینکه وارد ایران شدن، خونه دکتر ولایتی، در واقع کاخ دکتر ولایتی که در بخشی از کاخ نیاوران ساخته شده متعلق به منه، باید این به من برسه. تصاحب عدوانی بخشی از زمین‌های کاخ نیاوران توسط جمهوری اسلامی و در اختیار قرار دادن اون به ولایتی که اونجا یه کاخ برای خودش بسازه یه طرف داستانه،
و اینکه این فرد چجوری به خودش اجازه میده از الان سهم تعیین کنه و اونجا رو بخواد. سر این قضیه با بابک شکرابی بحثشون میشه که نه این غیر ممکنه، هر کسی هر چقدر هزینه کرده در قبال هزینهاش همون اندازه باید ببره و در نهایت ختم میشه به اینکه پندهاوس ناطق نوری و کاخ ناطق نوری در لواسان برسه به بابک شکرابی. آقای عرفان قانعی‌فر به عنوان کسی که با سران سپاه در ارتباط بوده خونه محسن رضایی رو میخواد. اگر شما اسم این مطالب و علیرضا کیانی هم بوده، همه اینا گفتن و همشون گفتن، حتی در یک جایی محسن سازگارا این نشونی رو میدم که بدونید افراد میهن‌پرستی هستن در جمع شما که این اطلاعات رو میرسونن به ما. محسن سازگارا در یک بخشی اشاره میکنه بچه ها الان خجالت بکشید، بذارید برید تو ایران بعد شروع بکنید. اگر اسم این اتفاقات سفره جدید انقلاب نیست، اگر اینها مهره های چیده شده در اطراف پادشاه نیستن، اگر اینها امروز نیان همونطوری که حامد شیبانی فر گفت از مشروطه استفاده ابزاری بکنن تا این واژه مشروطه رو برای مردم داخل ایران جا بندازن که شما نباید پادشاهی بخواهید، باید مشروطه خواه باشید، تا از دل مشروطه بر اساس آن چیزی که اسماعیل نوریعلا گفت مجلس مؤسسانش آماده است، قانون اساسیش آماده است، بهرام بهرامیان 5.5 6 سال پیش گفت اعضای مجلس مؤسسان انتخاب شده اند، هیئت دولت موقت انتخاب شده اند تا اتفاق سال 57 دوباره رقم بزنن، چه چیز دیگه شما میتونید اسمشو بذارید؟ ما چقدر باید در رابطه با خطر پوست‌اندازی جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اخطار بدیم؟ چقدر باید اخطار بدیم؟ ما چقدر باید در رابطه با به خطر افتادن جان رضا شاه دوم توسط همین مهرهای ارسالی اخطار بدیم؟ چرا گوش شنوایی وجود نداره؟ چرا کسی جوابگو نیست؟ چرا همونطوری که جمهوری اسلامی در داخل ایران مخالفینشو قتل عام میکنه، بایکوت میکنه و سلب حیات میکنه ازشون، اعدامشون میکنه، کف خیابون با تیر میزنه، چرا اینها هم همون رفتار مشابه رو انجام میدن؟ چرا در رسانه های اینا، البته ما میدونیم، ما فقط به عنوان دلایل داریم برای شما میگیم، برای دوستانی که مخصوصا برای اولین بار دارن صحبت های ما رو میشنون، چرا در این رسانه ها مثل رژیم اینترنشنال، مثل من و تو، مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی، رادیو فردا، کیهان لندن، شبکه های فکستنی لس آنجلسی، فقط یک سری افراد خاص فقط میرن جا به جا میشن صحبت میکنن؟ علت کجاست؟ شرایط معرفی این افراد به مردم برای اینکه چهرهشون لانسه بشه، پروموت بشن و مردم بشناسنشون رو ببینید چقدر شبیه همه، چه مسیری رو طی میکنن با هم. مثلا بابک شکرابی برای اینکه معرفی بشه میاد میره در یک مقطعی دستاویز دراز متوهم اپوزیسیون میشه، خسرو صمدی. خسرو صمدی که برای دیده شدن با امیر عباس فخرآور میرفت لایف میذاشت که به رضا شاه دوم حمله کنه. بابک شکرابی میرفت با خسرو صمدی برنامه میذاشت. بعد یواش یواش پول دادن به تلویزیون ایران آریایی
در اونجا بهش برنامه دادن، باش گفتگو کردن، مصاحبه کردن، بعد هماهنگ شدن با رژیم اینترنشنال، هماهنگ شدن با من و تو، هماهنگ شدن با شهرام شارلاتان و همه جا دیدیم که دارن میبرنش و یک سری حرفای کلیشه‌ای که باید از روی کاغذ بخونه و اونم اشتباه. یعنی شما سه کنفرانس اندیشکده کوروش رو ببینید، وقتی یک فرد مینویسه چیزی رو و از روی نوشته خودش هم نمیتونه درست بخونه، توپق میزنه، ببینید چقدر فاجعه است. و ببینید اینها از کجا آماده شدن که برسن سر سفره جدید انقلاب و هیچی از ایران باقی نذارن و دارن با پادشاهی میجنگن تا از دل مشروطه یک جمهوری ایرانی یا جمهوری فدرالی رو به عنوان پوسته بعدی جمهوری اسلامی در بیارن، تا اون اقتدار و شایستگی که مردم ایران و ایران لیاقتشو داره بهش نرسه. اینو تا اینجا گفتم داشته باشید. این بحث خیلی مفصله و مدارک همه اینجا وجود داره. من در بین صحبت دوستان مدارک رو به شما نشون میدم، شاید با گفتار دوستان ربطی نداشته باشه، اما به خاطری که سند داشته باشیم و سند نشون بدیم اینا رو در ویدیو نشون میدم.